بسم الله الرحمن الرحیم. خیر مقدم عرض کنم خدمت دانش آموزان محترم. فکر کنم این هفتمی یا ششمی کارگاهی باشه که از اول سال در خدمتتون بودیم و خب نسل شما هم داره میره دیگه کنکور بده و تمام میشه و باز دوباره در خدمت نسل بعدی خواهیم بود و ما خیلی عادت کردیم که به بچه ها عادت نکنیم، یعنی اینکه چون خیلی چی میگن گذریه دیگه، مثلا 9 ماهی 10 ماهی حالا بر بعضی یه سال در خدمتشون هستیم و بعدش هم میرن و دیگه کم پیش میاد که تو این فضا بخوام برگردن یا باز دوباره ببینیمشون. اون سال اول خیلی دلبسته، حالا 2-3 دقیقه اولش یه چیزایی بگم. اون سال اول خیلی مثلا وابسته میشدیم و یه سلام بفرستین همین چهارتا. آها اینجا تعداد نوشتاره. آها مثلا میگم سلام، چند ثانیه بعدش یکم سلام بفرستین. سلام 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 اینا که همه یو اف هناره آیده زمینی. سلام 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 انشالله که هستن. خب سلام سرور خداییان لیلا یوسفی یو اف نیکی محمد حسینی مبینا صاحبی. خب سلام سلام. آره میگفتم که ما دیگه عادت کردیم به بچه ها زیاد عادت نکنیم. حقیقت سال اول خیلی اذیت میشدیم چون مثلا بالاخره ارتباط میگرفتیم و بعد دیگه آروم آروم دیدیم که خب اینا میرن دیگه نمیبینیمشون، یه مقداری سخته. ولی خب هر سال باز دوباره این روزای پایانی و حالا روزای ابتدایی نسل بعد و خصوصا انتخاب رشته که دیگه آخرین دیدارا رو داریم، یه مقداری همچنان تحت تاثیر قرار میگیریم که دانش آموز خیلی خوبی که داشتیم، خیلی خوب اصلا منظورم نتیجه نیست، از لحاظ مرام و معرفت و حالا اون درک متقابلی که با دانش آموز رسیده بودیم تو پروسه کنکور، قصه داریم. حقیقتا این آخرها خیلی قصه داریم که داریم خدافظی میکنیم. دلمون براتون خیلی تنگ میشه واقعا. باید یعنی کارمون یه طوریه که زیاد با دانش آموز نباید ارتباط مثلا عاطفی و محبتی و اینا بگیری، چون بعد بهش سخت بگیری، بهش تشر بزنی، تلنگر بزنی تا بهتر و بهتر و بهتر درس بخونه. و آرزوی توفیق برای همتون که انشالله بهتر نتیجه رو بگیرید. ما توی این ایام پایانی چند تا اول توصیه کلی بکنم که به خیلی از بچه ها گفتم. من اول یه چیز بگم، الان دیگه واقعا بچه که امروز می اومدن هم چیزی من ندارم بگم بهشون، یعنی بچه که فردا و پنجشنبه از بچه 1401 وقت دارن، اگه نیومدین هم ما ناراحت نمیشیم خلاصه، یا خودت هم نباید ناراحت شین. چیز خاصی نداریم دیگه بگیم، فقط اطلاع به دفتر بدین که حالا تایما رو فشرده تر بذارن، منم علاف نشم چون وقتی نمیان یارو باید بشینم تا نفر بعدی بیاد دیگه. الان این نکاتی که میگم جمع‌بندیه، هفته آینده که دیداری نداریم و واقعا آرزو موفقیت دارم برای تک تکتون، دونه دونتون رو دوست داریم. خیلی ارزش داره برای اون که این دانش آموزای خوب، این قشری که بالاخره خانواده‌های فرهنگی، خانواده‌های تحصیل کرده طرفمون هستن، ما اگه اعتباری هم داریم مثلا این بچه‌ها واقعا دیدین دیگه مدل من اینطوریه که مثلا کلاسی هم نمیفرستم و دبیرا زیاد دل خوشی ندارن از ما. خود بچه‌ها حقیقتا بودن که این سالا من چند بار گفتم مثلا خب دیگه امسال مثلا شلش میکنم مشاوره رو کمتر مثلا کمتر ببینم، باز دوباره حالا لطف و محبت بچه‌ها بوده. و تنها عذاب وجدانی که الانم دارم اینه که شاید بعضی از بچه‌ها رو نباید میذاشتم بعضی کلاسا برن و شل گرفتم رفتن، یعنی بازم هنوز حس میکنم که دانش آموز خوندن خودش بهتر نتیجه میده و نتیجه بهتری داریم. من بازم کامنت ها رو ببندم خام رحیم زاده که بعد دیگه حالا اگه کسی سوال داشت میاد توی پیوی میپرسه دیگه. ما این روزای پایانی توصیه اکیدمون تبرق سریه. حالا تو تبرق سری من این سری چیزا مینویسم که به اکثر بچه هم راته گفتیم، مثلا برای زیست متن کتاب درسی رو باید تون تون ورق بزنین، شکلا رو حتما یه دور شکلا رو خودتون بکشین برای خودتون و غلط ها و نزده های آزمون ها از بعد از عید، این نون نزده از 7 فروردین به این ور، هر چی آزمون جامعه دادین، چون دیگه اکثر اینجا بچه ها رو سوق دادیم به سمت آزمون جامعه، گفتیم که یک کتابی طراحی کنیم ویژه خودتون از غلط ها و نزده های آزموناتون. الان اون کتاب به درد میخوره، اگر هم ندارین همه اون فایل های آزمونه که زدین رو بذارین کنار هم و بررسی کنیم. این غلط ها و نزده های
غلط ها و نزده ها بزنم بمیسم. برای همه درس ها هست، برای شیمی هست، ریاضی هست، فیزیک هست، ادبیات، دینی، عربی، همه اینا ها. شیمی باز دوباره طبق اون قاعده ای که گفتیم ببینید مشکلتون مسائل یا حفظیاته. اگه مشکل حفظیاته که شروع کنین متن کتاب درسی رو مرور کنین و اون تسته چند گزینه ای که کار نکردین احیانا. اگه مشکلتون مسائل، یکی از این کتابا رو بردارین، مثلا 5 تا در میون، حالا من مثلا 5 در 1، یعنی از هر 5 تا یه دونه شو شروع کنین دوباره بزنین. مثلا مسائل خیلی سبز یا الگو رو بردارین از ابتدا تا انتها، از هر 5 تا یه دونه شو بزنین تا تمام بشه. ریاضی و فیزیک تمام فرمول ها و روش ها رو مثلا بنویسین، شروع کنین مغناطیس همه فرمولاشو بنویسین، هر چی فرمول یادتون میاد، مثلا بگین معادله درجه 2، مثلا بگین مشتق، هر چی فرمول و روش یادتون میاد و بنویسین، بررسیش کنین. اینا رو حتما تو برنامه بذارین، این کارو حتما انجام بدین. یعنی اینکه همه فرمول ها، همه روش ها و باز دوباره تمرکز بر روی غلط ها و نزده هایی که از هفته فروردین تا الان به صورت آزمون جامع داشتیم. صدا اینا وصل علینا، این تصویر رو بزرگ دارن دیگه، میبینن اینا در مورد اختصاصی ها. حالا ریاضی بعد دیگه اینجا مثلا هندسه و گسستن برای بچه ریاضی شامل همین میشه. برای باز دوباره نیا کن، غلط ها و نزده هایی که از اول تا الان داشتی اینا تکرار میشه، برای عمومی ها هم باید انجام بدی. برای ادبیاتتون، برای ادبیات اگه دستور رو حذف نکردی دستور رو یه مرور بکن، املا لغت رو یه مرور بکن، حالا املا و لغت جفتش حتما مرور بشه. و دست آرایه ها، اینکه آرایه ها چه آرایه هایی داریم، دینی، آیات، آیات کتاب و متن کتاب درسی و زبان هم که هم وکب هم گرامر، اینا حتما مرور شه. و بازم اولویت غلط ها و نزده هایی که از هفته فروردین تا الان به صورت مشخص داریم. فردا یک کسی بیاد مشاور، من همینا رو بهش میگم، چیز خاص دیگه ندارم. اینی که مرور کنی، جمع بندی کنی، تبرع حالا خاصی بخشه ای بخون، مثلا بگو این دو روز شیمی رو جمع کنم، اون دو روز فیزیک رو جمع کنم، اون دو روز ریاضی، یه دونه عمومی هم بذار کنارش، مثلا شیمی و عربی، فیزیک و مثلا دینی، ریاضی و ادبیات و حالا زبانمون آخرش. دیگه سعی کنین آخرین آزمونی که میدین یک شنبه باشه، یعنی یک شنبه یه آزمون آسون، تاکید میکنم آزمون آسون. میدونی بعضی از بچه ها داشتیم، حالا مثلا قوی هم بودن، یکی از پسرها بود 4-5 سال پیش، از بچه هاشم نژاد هم بود، اون تا شروع هفته آخر داشت مرور میکرد، بعد هفته آخر دیگه گفت من آزمون بزنم، روزی دو تا آزمون میزد و اینا، خسته شده بود. من میخوام میگیم یک شنبه آخرین آزمون، حالا تهش دوشنبه میخوایم روز کنکور خسته نباشیم و اون تازگی آزمون دادن براتون باشه، یعنی با هیجان بیشتری برین سر جلسه آزمون. پس این آزمون آسون آخر رو هم یک شنبه دیگه آخرین آزمونتون باشه، یعنی کاری به غیر از اون نمیخواد بکنین. روز آخر نهایتاً تا ظهر درس بخونین، حالا بعد برم تو اسلاید ها، هر اسلاید یکی دو دقیقه میخوام توضیح بدم اونا رو میگم، ولی روز آخر نهایتاً تا ظهر، منتها حواستون باشه که روز آخر خودتون رو خسته کنین. یعنی مثلا بچه که پنجشنبه کنکور ریاضی دارن، چهارشنبه زودتر از خواب پاشن، ورزشی کنن، استخری مخصوصا حالا که دیگه کرونا نیست میتونین برین استخری برین، پیاده روی کنین که شب خسته باشین قشنگ بیفتین، یعنی بتونین راحت بخوابین. یه نکته هم شاید به چشم نیاد ولی مطالعه این آخر خیلی مهمه ها، یعنی اینکه بالاخره تو فرمول مغناطیس رو یه بار دیگه نگاه کرده باشی، فرمول مثلا نمیدونم متن کتاب زیست رو یه بار دیگه نگاه کرده باشی، تو سرعت عمل سر جلسه خیلی تاثیر داره. شاید بگیم 5-6 برابر ساعتی که می‌خواستی تو اسفند یا دی یا مثلا هر تاریخ دیگه بخونی تاثیر داره. من حقیقتا به همایش‌های جمع‌بندی و پیش‌بینی و اینا اعتقاد ندارم، نه اینکه با دبیری مشکل داشته باشم نه چی، مثلا من میگم با مثلا نمیشه اون 30-40 سال اون که تو 2 ساعت بیایم مثلا یه چیزی شبیه شو بگیم، تاش بتونی یکی رو بگی. بعدم اگه شباهت می‌خواین کنکورهای سال قبل دیگه، شما قشنگ میتونی تو کنکور مثلا 5-6 سال گذشته 40% شباهت پیدا کنی، هر همایشی هم باشه بر مبنای اوناست. نمیگم حالا نرین اگه پول دادین یا مثلا ثبت نام کردین دیگه چاره ای نیست، ولی کلا اگه سوال هنوز براتون که اینا رو بریم به نظر من زیاد تأثیری نداره.
مطالرم که گفتم مهمه و توصیه اکیدم اینه که هوای پدر مادرتون این روزای آخر خیلی داشته باشین. خیلی دعای خیرشون قطعا تأثیر داره، اینی که از صمیم قلب از شما راضی باشن قطعا تأثیر داره. لطفا خواهشن حواستون به این بزرگوارا باشه، قطعا یه دعای خیرتشون میتونه چندین سال شما رو جابجا کنه و جلو عقب بندازه. خب بریم حالا وارد اسلایدها. 44 تا اسلاید، تقریبا هر کدوم ایشالله بین 30 ثانیه تا 1 دقیقه. من اینا رو مخصوصا جدا جدا کردم که یه ذره بیشتر توضیح بدم، چون بچه‌ها میگن معمولا تون صحبت میکنم. این پی دی افشو که در اختیارتون قرار نمیدیم، یعنی این که، ولی خب فیلمش هست، فیلمش هم رحیم زاده زحمت میکشن آپلود میکنن و در اختیارتون هست اگه کسی مثلا امشب کاری داره یا هر چیزی. این نکته خیلی خیلی مهمی داریم که عوامل مؤثر در جلسه کنکور 50% واقعا اطلاعاته، واقعا 50% اطلاعاته و عمدتا یعنی 50% اعتماد به نفس و سطح سوالاته. ما بسیار بسیار بچه‌ای داشتیم که تو 1400 چون آزمون سخت اومد قبول شدن، قبول نشدن نه، چون سخت اومد قبول شدن، یعنی اعتماد به نفس خوبی داشت، توکلش زیاد بود، باورش به خودش زیاد بود، با خانواده و توقعاتش کنار اومده بود و وقتی دیده بود ریاضی مثلا 5 تا جواب داده دیگه گفته بود خب من همین قبلدم برم. به عزت نفس، حالا یا اون سلف استیم اگه بگیم، خیلی تأثیر داره بچه‌ها، اینکه شما به بقیه نگاه نکنین، خودتون رو باور داشته باشین. این فقط توی حالا کنکور هم نیست، تو همه مراحل زندگی، تو مراحل سازمان هم هست. اگه آرمان این عزت نفس رو داشته باشه که محتاج کسی نیست محسن آرمان، موفق تره تا اینکه بخواد به این اون نگاه کنه که مثلا فلانی داره فلان حرکت رو میزنه، فلان داره فلان کار میکنه. تو زندگیمونا همیشه این سر جلسه کنکور باز دوبل و سوبل مهمه، تو عزت نفس داشته باشی، به تشخیص خود احترام بذاری. سوالا بچه ها دو حالت داره که هر دوتا هم باعث موفقیت میشه هم قربانی میگیره، سوالای خیلی آسون و سوالای خیلی سخت. شما الان با توجه به کانون و حالا آزمونایی که پیش خودمون دادین و گزینه دو برای کنکور متوسط به بالا آمادگی ذهنی دارین. خب نهادش خیلی آسون اومد، یه عده چون خیلی آسون اومد قبول شدن، یه عده چون خیلی آسون اومد قبول نشدن. ببینین آنالیز سر جلسه کنکور یا حالا یا مایندفولنس، اون ذهن آگاهی که آقای وفابخش خیلی هم توصیه، خیلی هم توضیح میدادن تو وبیناراشون، اون مایندفولنس یعنی که تو آگاه باشی اون زمان آقا سوال آسونه، پس استراتژی من اینه که زیست رو بعد 95 بزنم، 90 بزنم. سوال سخته پس زیست 50% بسه، سوال سخت ریاضی 29% بسه. خیلی از بچهای رتبه 500 600 700 سال قبلمون تو رشته ریاضی اون حالا ریاضیات حسابان و گسست و هندسه رو تون دارم صحبت میکنم آره یا نه خوبه الان ببخشید، اون ریاضیاتو 20% زده بود و رتبه زیر 1000 آورد. الان مثلا داره مکانیک امیرکبیر میخونه مثلا، یعنی با 20-30%. چرا؟ چون اونقدر باهوش بود و اونقدر به هوش خودش اعتماد داشت. تو باهوش باشی و انقدی باهوش باشی که بفهمی باهوشی، متوجه این دوتاش هر دوتا لازمه، باور خودت که اون با عزت نفس میاد. پس حواست باشه سوال سخت باشه به خودت احترام بذار، آقا سوال سخته پس 30% بسته، سوال آسونه پس 80% باید بزنم. و اعتماد به نفس، و اعتماد به نفس. خانواده هاتون و ما مشاوره شما رو الان قشنگ میشناسیم، مثلا میدونیم که آقا فلانی فلان میشه. اگه خانواده هم میگه دخترم پزشکی قبول میشه و تو میدونی که پزشکی قبول نمیشی، اون داره الکی میگه فقط تا روز آخر تلاش رو بکنی. ولی پدر مادرها تقریبا من تو این چند سال ندیدم که مثلا تو انتخاب رشته یکی خیلی شوکه شده باشه، تک و توکی هستن، چون میدونن دانش آموز میخونه، نخونده، خسته است، خسته نیست. مگه دیگه چه آرسن لوپنی باشه که تونسته والدینش رو این همه فریب بده؟ خب من اینو باید کوچیک کنم درسته که بره بالا. خب روز قبل از کنکور نهایتا تا ظهر مطالعه کنین. دروسی مثل شیمی و مباحثی که طی آزمونه جامعه به نتیجه رسیدیم که مباحث فراری هستن، این لیست فرارا رو میتونین از همین الان شروع کنین، یه لیست درست کنین. آقا مثلا بگین توی مثلا شیمی چی آلکن و آلکان و آلکین، زنجیره هیدروکربنی رو مثلا حتما مرور کنم، یه مربع هم بزنین روز آخر تیک بزنین که اینا رو یه مروری کردم، یه لیست خیلی ساده برای خودتون تشکیل بدین. ورزش کنین روز آخر،
ورزش نه که بری فوتبال بازی کنی مثلا دستت بشکنه پات پیچ بخوره، نه، یا مثلا حرکت عجیب غریب نه، من مثلا یه پیاده روی یه کوهنوردی هم نریا که عضلات بگیره مثلا سر جلسه کنکور، استخری بری مثلا تو استخر همینجور آب دراز بکش، نمیخواد مثلا کرال بری و پشت و قورباغه و اینا، نه، یه ورزش خیلی لایت، البته مثلا به مدت 2-3 ساعت که خسته بشی و شب راحت خوابت ببره. شما مثلا روز 12 ساعت داری میخونی، روز آخر نخونی یهو شب هم دیگه خوشحال خوابت نمیبره، یه تحرک جسمانی باعث میشه باز دوباره بهتر بخوابی. بعد از ظهر هم که استراحت و تفریح، دیگه درس نخونی، روز آخر درس نخونی بهتره، قاطی میکنی، یعنی تاثیر منفیش بیشتره. و تا ظهر، نهایتا تا ظهرش چیزایی رو مرور کن. حالا یکی میگه من آقا میخوام تا 12 شب درس بخونم، خب بخون، من که نمیتونم مانعت بشم، توصیه اصلا مشاورتیم. لطفا محل حوزه رو برین حتما، حتی اگه بلدین، مثلا ما واقعا داشتیم که بچه‌ها مثلا روز آخر فهمیدن که این مسیری که دانشگاه فردوسی باز کرده بوده به سمت دانشکده مثلا کشاورزی بسته شده، یه استرسی ایجاد میکنه. حالا تهش میرسی، اگه حواست باشه خیلی هم دیر راه نیفتی، دقیقه 90 نباشی میرسی، یعنی میتونی برسونی خودتو، منتها برای که استرست کم باشه روز آخر حتما اون مسیر رو برین، حتما توصیه میکنم. با اینکه بلدی، مثلا میگه آقا دانشگاه منتظر، میگه آقا دوبار امتحان دادم اونجا، میگه دانشگاه علوم اداری اقتصادی، میگه امتحان دادم، برای که ذهنت آروم بشه مسیری که میخوای بری از خانواده خواهش کن که یه دور روز آخر ببرن، ساعت 6 و 7 بعد حتما تو خونه باشین و وسایل مورد نیازی که برای آزمون هست که میگیم، بعد اینو توی اسلاید دیگه میگیم، دیگه شروع کنین آماده کردنش، از قبل آماده باشین که باز دوباره آمادگی ذهنیتون زیاد باشه. حالا شام سنگین به هیچ عنوان نخورین، فست فود نخورین، وسایل مورد نیاز تو جلسه سنجاب، دستمال کاغذی، این بسته اینطوری نه، از این کوچولوهایی که هست جیبیه دو سه تا ببرین، حتما هم دو سه بسته ببرین، اگه خاله خدایی نکرده آب میوه چپه شد رو میزتون یا هر اتفاقی افتاد، حواستون باشه. ساعت، پاک کن، تراش، مداد نر، با اتودم اگر بزنید، حالا این با مسئولیت خودتون، با من خودم کنکوران با اتود دادم، مشکلی هم نبوده، ولی دیگه مسئولیت خودتونه. دیدی حالا اون سال نمیدونم، یعنی بعضی از بچه‌ها میان میگن آقا مثلا من 5000 شدم چون با اتود زدم نخونده، حالا برو اثباتتون که آقا اصلا داره الکی میگه. آب معدنی یا آب بذارین تو فریزر یخ باشه، یه آب ولرم ببرین یا آب یخ، آب یخ آروم آروم تا ظهر همینجوری آب میشه، میتونین استفاده کنین آب ولرم که هر وقت تشنتون شد. مواد قندی، دستمال پارچه‌ای به غیر از این دستمال کاغذی، کارت ملی یا شناسنامه عکسدار، کارت ملی ببرین. صبح واقعا هر سال ما 2-3 نفر داریم که کارتو جا میذارن، مجبورشن از دم حوزه برگردن، دوباره برگردن، دانش آموز میاد میگه من با استرس رفتم سر جلسه، اون 10 دقیقه اول خودم رو گم کرده بودم چون کارت ملی رو نبرده بودم. کارت ورود به جلسه‌تون هم که بعد به سینه‌تون سنجاق شده باشه. این نکته واقعا آسون و ساده و همه جوره است، ولی خب حواستون باشه تو قسمت پایین کارت، کارت ورود به جلسه رو که پرینت میگیری از سر انگشت باید بذاری، اگه این از روز قبلش بزنی دیگه سر جلسه نمیخواد با خودکار 160 تو مثلا رنگ کنی آماده باشی، اینو انجام بده که اون روزم دست جوهری نباشه، تو پاسخنامه اتفاقی نباشه، تو خونه اینو پر کن. حتی سال قبل فکر میکنم، این حالا شاید من اشتباه یادمه، اینا روش حساس نبودن چون کرونا بود، ولی خب از امسال امکان داره کرونا تمام شده حساسیتشون بیشتر باشه. من اینو یا خیلی زومات من خوبه. خواهشن از همین امشب فست فود نخورین، غذای بیرون نخورین، این بالاخره حالا دیدی آلوده در موضع مادرتون هست، غذای نون پنیر هست، غذای سبکتری استفاده کنین که الان مثلا حتی الان غذا آلوده بخوری تا دوشنبه درگیرش باشی به هر دلیلی گوارشت بریزه به هم تأثیر میذاره. این هفته آخر فرض کن که مثل مسابقات آماده باشه جام جهانی که بچه‌ها میبرن اردو و مثلا دیگه کار دیگه خاصی نمی‌کنن، اخبار به هیچ عنوان بررسی نکنین، آخرا اخبار رو دوری کنین، اخبار فوتبال، قیمت‌ها که خودش هر لحظه فاجعه است، هی باز قیمت جدید می‌بینی ناراحت‌تر می‌شی، اینا رو خواهشاً پیگیری نکنین. انشالله بعد کنکورتون می‌شینیم با هم قصه می‌خوریم و فکر می‌کنین. یه حواستون به این قضیه باشه که صبح کنکور خیلی شلوغه ها، مخصوصا دانشگاه فردوسی بیفتی خیلی شلوغه، ورودیاش از فلک پارک صف ماشینه که میخوام ببرن تو، انقدی صف میشد که بچه ها پیاده میشدن پیاده میرفتن، منتظری خیلی شلوغ میشه. ما بعضی از حوزه هایی که داریم زیادی شلوغه، حواستون باشه به اون که بالا مثلا آره ما مثلا خونمون جلاله، دانشگاه هم که اون وره 10 دقیقه مونده به چی حرکت میکنم، این اشتباه ها، حواستون باشه روز آزمون اون قسمت ها همه بالاخره
پدر مادرها دیگه روز کنکور بچه رو میرسونن دیگه، کی باشه که نرسونه بچه رو، خیلی شلوغ میشه. فرض کنید اون تعداد جمعیت همه میخوان با ماشین بیان و تاثیر میذاره. صبحش اگه یه دوشی بگیرین، زود بیدار شین، یه دوش بگیرین، آرامش داشته باشین، ریلکس باشین، شادابیتون هم بیشتر میشه، تاثیر زیادی میذاره. صبحانه که دیگه چون بارها گفتیم حتما میل کنین، شیر داغ نخورید، دستشوییتون میگیره. کلن نوشیدنی، حالا صبح چای نخور، هر چی میتونی نوشیدنی تو کم کن. صبح حتما تو خونه دستشویی برو، یعنی اون دستشوی حوزه صبح آزمون خیلی وقتا شلوغه و اگه مثلا دستشویش کم باشه یا مشکلی باشه به مشکل نخورین، سر چیزای علکی به مشکل نخورین. حالا مثلا نگو چون صبح کنکورم بشین مثلا کله پاچه بخور، یه چیز سنگینی بخور، یا بگو حالا مثلا همین یه بار مامانم تعبیر گرفته بذار هر چی گذاشته بخورم. سنگین نباشه. از همین فردا صبح تا خود کنکور هم صبحانه هم ساعت خواب نیا کن، ساعت 11-11:30 بخوابین، از اون برم 6:30 نهایت بیدار باشین. این باید روال روتین برنامه‌تون باشه دیگه. صبحانه رو سعی کنین همونی رو بخورین این 10 روز که روز کنکور میخواییم بخورین، شامو حتی همونی بخورین یا شبیه همونی بخورین که شب کنکور میخواییم بخورین. معده عادت داشته باشه، تعجب نکنه این چی بود مثلا دادن به ما. یه روال خیلی عادی که بخوای انجام بدی، لباست خنک و راحت باشه، منتها یه سویشرتی چیزی حتما ببر. این بارها شده که مخصوصا توی دانشگاه فردوسی فکر میکنم یکی از این اتاقایی که ما داشتیم آزمون میگرفتیم خیلی سرد بود. حواستون به این قضیه باشه، لباس خنک و راحت باشه، بالاخره تو داری 10 تیر میری آزمون بدی، ولی لباس گرم، یه دونه سویشرت، یه چیزی همراهت باشه ترجیحاً. نمیخواد الله خیلی خفنم باشه، در حدی که کولر روشن بود، یخ نکنی، دستات یخ نزنه، آمادگی باشه، آمادگی داشته باشه. خانواده خودشون حواسشون هست، شما را از این قرآن عبور میدن، دعاتون میکنن، این چند روز پایانی برای خودتون دعا کنین، هر چقدر میتونین بالاخره ارتباط بگیرین تا بتونین آرامش بیشتر رو سر جلسه داشته باشین. بچه وسایل اضافی نبرین، ماشین حساب بالاخره راه نمیدن، کرونومتر ساده راه میدن، سالای قبل راه داده بودن، ولی امسال امکان داره همون راه ندن. موبایل نبر با خودت که بذاری تو کمد، نگران باشی دفترچه یادداشت، چیپس، نوشیدنی عجیب غریب، یه پلاستیک خیلی ساده از همونایی که گفتم، مثلا یه کیکی، یه شکلاتی، خرمایی، اون چیزی که روتین خودته. فقط وسایل اضافه تا میتونی نبر، یه موقعی مشکل به وجود نیاد. خیلی این روتینه که شب کنکور بچه ها پیام میدن که شب کنکور بچه ها پیام میدن هستن بچه ها دارن گوشی نه خانه میزه داره شب کنکور بچه ها پیام میدن که آقا من همه چی یادم رفته چیکار کنم. خیلی روتین هست، این حسه میاد سر جلسه که رفتی با اون سوالی که بلدی شروع کن، سوالی که آسون تره. این حس خیلی تکراریه، مثلا شاید بگم 30% بچه‌ها دوچارش میشن که 15%ش به ما پیام میدن که آقا من همه چیم یادم رفته، انگلیسی شدم فارسی، همه چی یادم رفته. این اهمیت نده، اون سر جلسه بری رو، بالاخره استرس، استرس به جای مختلف مغز تو همه جا میزنه. این هم هست، یه ایده میاد که آقا من همه چی یادم رفته. من یکی از بچه‌هایی که 2-3 سال پیش بود 18 شد کنکور، شب کنکور این پیام داد، هنوز پیامش از اسکرین میتونم نشونتون بدم، که من همه چی یادم رفته بدم 18 منطقه شد و الان هم که داره تهران درس میخونه. بچه‌هایی که منفی هن، حرفای منفی میزنن، من گذاشتم برای سال بعد، من که هیچی نمیشم، من دبیرم بد بوده، مشاورم بد بوده، سالانم بد بوده، چی؟ آره سالن هم بد بوده، نمیدونم اینا رو خواهشن از خودتون دور کنین. به صورت کلی این روزای آخر از هر حرف منفی، بچه ها منفی که حرف میزنین هم تأثیر داره به خود، این تحقیقات علمی اثبات کرده که شما وقتی منفی حرف میزنین هم رو عمل کرده تأثیر داره. تا میتونی مثبت، آقا اصلا علکی خودتو فیلم کن، خودتو گول بزن، هی حرف مثبت بزن، هی اصلا اینکه حالا من اشتباه کردم، نخوندم، خوندم، چیزی میشم، چیزی نمیشم، الان فعلا مثبت صحبت کن و برو سر جلسه، هرچ خدا بخواد ان شاءالله همون میشه. بچه‌ای که منفی بافن، شایع پراکنی میکنن، خال زنکن، حرف عجیب غریب میزنن، نمیدونم حالا هر چی میگن، خواهشن از خودتون میدونین کیان دیگه، از خودتون دورشون کنین، باهاشون صحبت نکنین، اون گروهایی که اینا هستن رو لفت بدین. لحظه‌ای که در حوزه باز شد، حالا اون موقع اونجا بودی یه ذره اینور اونور رسیدی، هر همون لحظه برو تو،
برو تو جاتو چک کن، نمیدونم ببین اوکی حال دم در میخوای وایسی چیکار کنی، کل سال بغل خانواده بودی، کل سال با دوستا صحبت کردی، بعد کنکور هم باز دوستاتو میبینی، همون لحظه اول وارد شو که اگه مشکلی پیدا کردی، اگه کاری خواستی بکنی، اگه بالاخره صندلیت مشکل داشت خواستی مراقب بگی، نذار برای لحظه آخر، از قبلش وارد شو تا آماده باشی. قبل ورود کارتو که گفتیم رو لباس حتما سنجاق کرده باشین، پایینش از سر انگشت زده باشین اونجایی که گفته. تابلو یه عالمه تابلو داره، یه عالمه افراد گذاشتن اونجا، خواهشن مخصوصا دختر خانمون که مقداری استرس، ما همجوری تو فردوسی ما از اون میگرفتیم بچه ها استرس میگرفتن، این استرس خاصی نداره، هم شماره هاتونو نوشتن، صندلی رو از رو تابلو پیدا میکنی، لیست نوشته از شماره فلان تا فلان اتاق فلان پیدا میکنی، عکست هم هست، عکست هست، حتما عکستو چک کن، حتما شماره داوطلبی تو چک کن. اونجا یه عالمه مسئولن که حقوق میگیرن که به شما کمک کنن بشینی سر جای خودت بشینی، اگه مشکلی بود کمکت میکنن. زیادم البته حالا اینکه مثلا صندلی میکن لغ میزن و اینها، اونا دستشون خیلی هم باز نیست، تا حدی که بتونن کمکتون میکنن، استرس نداشته باشین. قبل از شروع هم که بالاخره چارقلی دعایی تسبیحی یه چیزی همراه خودتون داشته باشین، هی ذکر بگین که اون جو منفی جلسه، حالا جو منفی نه، جو تنش‌زا، جو هیجانی جلسه شما رو تحت تاثیر قرار نده. اسم و مشخصاتتون رو با پاسخنامه و کارت تطبیق بدید. اینو با این چند بار این شده ها، حواستون باشه، یعنی بالاخره اون کسی که صبحم پخش میکنه امکان داره سوتی داده باشه، همون پاسخبرگو اشتباه گذاشته باشه، تو حتما اینو چک کن، یعنی خیلی ریلکس نشین، اون پایین پاسخبرگو باز باید امضا کنی، اینا حواست باشه، حتما تطبیق بده، یعنی مطمئن باش جایی که نشستی درسته و برگه و پاسخبرگی که جلوت گذاشتن درسته. این خیلی مهمه، خواهشاً دقت کنید، ما زیست 98 که خیلی آسون بود، به اندازه ریاضی 1400 که خیلی سخت بود قربانی گرفت، یعنی هر دوتا تلفاتش من تقریبا میتونم بگم برابر بود. طرف تارگت گذاشته بود آقا من زیستو میخوام 70 بزنم، در حالی که زیست 98 و تو همون 70 بعد میشد 86 مثلا، تا تازه به اندازه 70 تا میارزید. لطفاً 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 اینو دقت کنید، اگه آسون بود باید بیشتر جواب بدی، اگه سخت بود با جوابای کمتر به نتیجه میرسی، برای همه سخته دیگه بابا، بعد این همه آزمون دادن، من مرحله آخر 200 نفر داشتیم، 180 نفر بودن داشتیم آزمون میگرفتیم، مرحله قبلیش یه عالمه اومده بودن، این همه کانون دادی، سنجش دادی، دیگه انقدر به این شعور رسیدی که دیگه آزمون سخت از آسون تشخیص بدی. اگه سخته کمتر جواب بده، شانسی نزن، نگو آقا الا بلا من باید فلان عدد رو بزنم، من باید مثلا 35% بزنم. خواهشن اگه ساده بود زیاد خوشحال نشین، اگه سخت بود خودتون رو گم نکنید. بچه ها لطفاً دقت کنید، 15 تو آزمون سخت 15 با 17، 15% با 17% اندازه 10% تفاوت داره، اندازه 10% تفاوت داره تو حالتی که آزمون آسون باشه، یعنی تو یه دونه تست بیشتر بزنی واقعا دگرگون میشه. خب برو بگردون تهای ریاضی، مثلا شاید کاربرد مشتقش آسون بود، شاید مثلا سوال هندسه‌ای که خونده بودی آسون بود، شاید احتمالش آسون بود، تونستی حل کنی. حواست باشه، قفلی نزن رو سوال، کلکل نکن. سال 95 بود اگه اشتباه نکنم، یکی از بچه انسانی اقتصاد همیشه صد میزد، همیشه آمادگی داشت اقتصاد صد میزد، آمادگی داشت و مثلا خفن رفت سر جلسه، به خاطر همون که فکر کرد باید اقتصاد صد بزنه، روی سوال نزدیک مثلا 10 دقیقه وقت گذاشته بود. حالا سوال چی بود؟ سوال اصلا غلط بود، حذف شد بعد از کنکور. اون آدم پشت کنکور انسانی موند سال بعد تا بتونه تربیت معلم و سال بعد اون فرهنگیان قبول بشه، چون اون زمانا فرهنگیان هم این همه ظرفیت نداشت، الان جدیدن این همه زیادش کردن. خواهشن حواستون باشه، کشتی نگیریم با سوالات، تعصبی برخورد نکنید. باز دوباره من تاکید میکنم آقا، مایندفولنس، ذهن آگاهی شما از همه چیز واجب تره. این که سر جلسه، این فکر کنم یه علم، این که سر جلسه آمادگی زیادی داشته باشی، به خودت فکر کنی، عزت نفس داشته باشی، بگی آقا من آزمون زیاد دادم، بلدم، الان میفهمم که این آزمون سخته. خواهش میکنم خودتون رو باور داشته باشین، خودتون و کاری که در عقبه انجام دادین رو باور داشته باشین، این کار رو انجام بدین. زیر قسمت های مهم سوال خط بکشید،
زمانی که تو برای یه تست گذاشتن مثلا 80 ثانیه 10 ثانیهش رو اصلا در نظر میگیرن که طرف سوالو بخونه بفهمه. چقدر ما قربانی میدیم برای قیدا، چقدر قربانی میدیم نباشد و باشد و دانش آموز یه نونو نمیبینه، همین سوالو حل میکنه به اون سختی، یه دقیقه نیمم وقت میذاره، ولی چون همون یه دونه رو ندیده نه تنها نمره مثبتشو نمیگیره که نمره منفی رو هم میگیره. من از دستی کامنت ها رو بستم که زود بتونم توضیحاتم رو تمام کنم. هر کی سوال داشت بعد بیاد پیوی بپرسه، دیدین دیگه من جواب میدم بهتون. خواهشن تو حین آزمون روش جدید امتحان نکنی و کن. یه وقت هست سوال خیلی سخته، مثلا میخوری به پست ریاضی 1400، اینجا اب نداره، مثلا یه دونه ریاضی حل کن برو زیست بزن، باز یه دونه دیگه بیا ریاضی حل کن برو زیست بزن، این رفت و برگشته اب نداره. در ببین ریاضی 1400 ها که دبیراش 40% میزدن، دبیرا 50% میزدن، حواستون باشه چی رو دارم میگه. یه وقت هست نه مثلا حالا یه ذره سخته، این کار دیگه از این کارا نکن، شما هم زمان خودش اختصاص بده. حالا میخواستی 50 بزنی، حالا 30 میزنی، 35 میزنی، 35 در اندازه 50 بازم میارزه، واقعا بازم میارزه. کنکور 84 فیزیکش که خیلی سخت بود، مثلا بچه‌ای که 90 میزدن 50 زدن اونجا و همون 50 اندازه 90 میارزید، واقعا جابجا میکرد بچه‌ها رو. لطفاً حواستون باشه جواب هر سوال رو خواهشاً همون موقع وارد کنید، حتی اگه عادت دیگه‌ای دارین من بازم توصیه می‌کنم که جواب هر سوال رو همونجا وارد کنین. انقدی از این قضیه قربانی دیدیم که مثلا آخرش نگاه کردید یه مربع اون وسط چیه؟ خالیه. چرا؟ یادش رفته یه سفر رو که حالا یه دو سفر رو که رفته یادش رفته جواب وارد کنه و تمام شده و اون لحظه اینو دیده که دیگه دارن پاسخ ازت میگیرن، هیچ کارم نمیتونی بکنی، فقط افسوس واسات میمونه. همون موقع وارد کنین و هر بار شماره سوال و گزینه سوال درست رو چک کنین. آقا مثلا سوال 139 زدم گزینه 2، دو برو وارد کن 139 الان داره بهت میگم گزینه 2 نگو چون بالایشو زدم پایین، دونه دونه شماره سوال چک بشه، کار سختی نیست. بعد یه واقعا یه بخش مهمی هم اینه که اون سوالی که داری درست جواب میدی درست وارد کنی تو پاسخ بک. و باز هر سال یه عالمه خاطره داریم که قربانی میگیره، یعنی تاثیر منفی میذاره متاسفانه. لطفاً پاک کردنتون دقیق باشه، پاک کن خوب ببرین با خودتون، یعنی یه جوری پاک نکنین سوال دیگر تحت تاثیر قرار بده. و پاسخنامه رو تنبلی نکنین، خونه‌شو کامل پر کنین، اون خونه‌ای که باید بزنین رو کامل 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 پرش کنین تا دیگه اون بخونه حتما، یعنی مشکلی نداشته باشه. حالا فکر کنم اینجا سخته تو این صفحه ها تقریبا یه ذره بهتر از اینا، این دوراش هم پر کنین که بعدا مشکلی ابهامی توش نیاد. حتما این کار رو هم انجام بدید. شاید اینا توصیه های تکراری باشه، شاید نمیدونم، من به نظرم اینا همه لازمه. کنار پاسخ برگ علامت نذارین، پشتش چک نویس نکنید، دستتون یه موقعی حالا میخوره پاره میشه، سوراخ میشه و کنکور یه سالتون به فنا میره. علامت نذارین، خط خطی نکنین، حواستون باشه با خودکار چیزی توش ننویسین. این نکته هم تقریبا میشه گفت برای همه جواب میده. سوال اگه حل کردی جواب نداد بر نگرد، برو دو تا سوال دیگه حل کن، دوباره برگرد سری، یعنی اون باز ذهنت برمیگرده یکم بازتر میشه، جوابش هم تو دو تا سوال بعد یادت مونده، یعنی یادت نمیره روش حل. روی سوال من همه حرفم اینه که روی سوال قفلی نزن، به خاطر یه سوال چند تا سوال رو از دست نده. خواهش میکنیم ازتون که لجبازی با سوالات نکنیم بچه، این خیلی مهمه، این خیلی مهمه، بی نهایت مهمه. تو کنکور اصلا نداشتیم کنکوری که 4-5 تا سوال حذف نشه، 3 تا سوال حذف نشه. حتما شما کنکوری که جمعه هفته آینده، پنجشنبه هفته آینده میرین آزمون میدین، حتما هم غلط داره، هم دو جوابه داره، هم اشتباه تایپی داره، اصلا نبوده تو تاریخ اینا نباشه، حتما اصلا نرید مثلا از زیست مثلا 25 تا جواب ندی بگین یا غلط بودی یا دو جواب بودی اصلا اشتباه تایپی، نه یه تعدادی بالاخره چون نفهم حقوق میگیرم اونا رو چک میکنم، ولی داره همیشه سوتی داشته کنکور، همیشه داشته. قفلی نزن رو سوال، تو اصلا دو تا سوال برای ریاضی که غلط باشه بذار کنار، از همین الان دو تا، یک سوال برای زیست که مبهم باشه مفهومه، مخصوصا اینکه حالا دیگه میگم محتوایی اینا یه بلای سر خودشون میارن آخرش، حواستون باشه حتما اتفاق بد تو کنکور هستا، یعنی حتما سوال غلط داری، حتما دو گزینه درست باشه داری، اشتباه تایپی داری. خواهش میکنیم انقدی
روی سوال باز دوباره گیر نکنی. بعد حالا یا سوال حس میکنی یا اصلا حالا اون نمره اون یه دونه سوال شما از دست میدی، اتفاق بعدی نمیفته. در کنکور بایدی وجود ندارد. من آقا زیستم 80ه، با استاد نمیدونم فلانیان رفتم کلاس، باید بتونم 80 بزنم. اصلا بایدی وجود نداره. خواهش میکنم این تصور غلط. ببین کنکور واقعی ترین و متفاوت ترین آزمونیه که داری میدی. خواهشن توهم نزن. من خیلی شاخم، زیست 3 تا کلاس آنلاین رفتم، فلان با من عکس یادگاری داره، گفته تو حتما فلان میشی. بعد واقعا یه دردی که داریم، بعضی از دبیرا میگن آقا ای بالای 90 بزنی بهت جایزه مثلا رو به سکه میدم. حالا نمیدونم میدن یا نمیدن، کار ندارم، ولی طرف چون اونو بره بالای 90 بزنه 3 تا درس دیگه شو از دست میده. اون کنکور تو 1 میلیارد میارزه. اون کنکور که داری میدی بالای میلیارد ارزششه. خواهشم برای اینکه حالا یکی 2 تومن نیست، 3 تومن، 4 تومن به جایزه بده، حواست باشه چیزی رو از دست ندی. ما که دیدیم هیچ جایزه هم نمیدیم، میگیم آقا وظیفته، برو بخون هر چی شد شد. باید در کنکور آقا من عربیم باید 90 باشه. نه، من از زبان انگلیسی اصلا از 2 سالگی داشتم انگلیسی مثل بلبل صحبت میکنم، باید 100 بزنم. اصلا همچین چیزای وجود خارجی نداره. سوال غلط داره، اشتباه داره. خواهشن قفلی نزنین، چیزی که بلد نیستین و سر جلسه نزنین. هیچ پیش‌فرض قطعی نداشته باشید. آقا ما سر جلسه اصلا پیش‌فرض نداشته باش که 8.5 برگر رو بهت میدم. شاید 8.30 مگه نده تا حالا شده چند بار 5 دقیقه حوزه رو دیر دادم. هیچ پیش‌فرض قطعی وجود نداره. اون آمادگی ذهنی تو رو مثل تو انعطاف‌پذیر می‌کنه که بتونی با شرایط آزمون کنار بیای. همین، اگه این کارو بکنی کفایت میکنه. میخوای این کامنت رو باز کنی من چند تا سوال جواب بدم اگه کسی سوال داشت. اینو بعد بزنم کرومو. اینا نشه مرحله سلامه. کسی از سوال داره 2 دقیقه جواب میدیم، یکم خسته شدم، بعدش هم 10 دقیقه دیگه مونده تمام. خوبه سرعت خوبه؟ تون میگم یا نه؟ خوبه؟ اوکی. میفهمم. سوال ندارم. همش قطع همایش یکی گفت. میپره. به به. این همش یکیه ها. اینا همه رو یه نفره. کنکور هنر میذارم بعد عمومی ها رو ببریم. بریم. بعد عمومی ها بریم. یه چند دقیقه نگهتون میدارم. بقیه هم میگن اوکی. این بنده خدا همین 11-30-13-40 علکی گفت میپره که بعد بگه آفلاین بذاریم. قشن کامنت بعدیش این آفلاین بذاریم. سلام، کنکور هنر عمومیش رو تحلیل کنیم با شیمی ریاضی رو یا نه؟ آره حتما انجام بدیم. کنکور هنر عمومی زدیم بریم، یه چند دقیقه نگهتون دارن که نظم هم نریزه، بعد مثلا میتونیم پاشیم بریم. عمومیه کنکور هنر بعدش تحلیل کنیم. همه رو همه همه میبرسه. ما که تا 7 تیر کنکور دوپینگ داریم چی؟ دیگه من نظرم اینه که تهش یک شنبه تمامش کنی یا نهایتا دوشنبه. شک بین 2 گزینه زیست تو زیست و قرابت بزن. بله بله بله، بین 2 گزینه حتما بزن، از لحاظ علمی ثابت میشه. نه به قرآن میپره. کلا کنکور هنر شرکت کنیم؟ بله، من توصیه ام اینه که شرکت کنیم. همین سوال دیگه نبود، خدا رو شکر. خب اینو میخوایم باز کامنت ها رو ببندیم؟ من ببندم اینو یا کلا بس مینیمایز کنم؟ مینیمایز. خب آقا هیچ پیش‌فرض قطعی هم نداریم تو کنکور، اینم که گفتیم و 10 دقیقه دیگه بگیم و تمام دیگه. بچه ها این هنگ کردن مغز هم تو کنکور رایجه ها. حالا از استرس زیاده، از مثلا شرایط نمیدونم، بعضی وقتا هنگ میکنی سر جلسه. یکی تو شروعشه، یکی از عمومی به اختصاصی. حالا نری همون موقع هنگ کنی بگی که ازشون گفته اینجا هنگ میکنیم باید هنگ کنیم. نه، خواهشن چیز نکنیم، پیش فرض نداشته باشین. ولی یکی از جاهایی که هنگ کنی شروع کنکوره، یکی اونجایی که میگه مثلا داوطلبان عزیز 5 دقیقه مونده، یکی هم از عمومی سوئیچ که میکنی رو اختصاصی. حالا این چون 2 دفترچه شده اختصاصی، باز امکان داره اونجا هم هنگ کنی. این هنگ کردن رو مدیریتش کنیم. این راهی که ما گفتیم یکی از راهاش، میتونی راه دیگر خودت امتحان بکنی. یه لحظه چشاتو ببند، سقف رو نگاه کن، چند تا نفس عمیق دم و بازدم که حالا این یوگا کارا انجام میدن و واقعا تاثیر داره رو تمرکز، از این کارا انجام بده. اون فکر نکن اون 1 دقیقه رو داری از دست میدی، نه برمیگردی، خوبم برمیگردی. حواست به این قضیه باشه. حتما یه شیرینی، شکلات، یه چیزی داشته باشی که اونو بخوری، اون وسط یه مقدار بهتر شه. و اگر دیدی همچنان هنگی، برو سمت سوالاتی که روش مسلط تری.
برو رو مسلط تر آدم بچه ها واقعا حالا 89 درصد هیچ هنگی نمی کنن. اون 10-20 درصدی که هنگ اتفاق می افته بعدا تو انتخاب رشته میگن آقا من شروعش هنگ کردم تا به همجم میدم یه رو از دست رفته بود، حواستون باشه با این کار میتونین هنگیه به مقداری خودتون رو کنترل کنین، آب بنوشین، یه ذره آب سر صورتتون بزنین و یه چند تا نفس عمیق چشاتون هم ببندین و به هیچی فکر نکنین، اتلاف وقت به حساب نمیاد. اون اولین گزینه‌ای که میزنین معمولا درست‌تره، حالا البته باز روش پافشاری نمیشه کردا، ولی زیاد با سوال ور نرو، برو اون همه سوال دیگه، حالا مثلا 260 سوال برو بقیه اش حل کن، این یه دونه یکی که انتخاب کردی درسته، بعد یه علامت بزن اگه وقت آوردی دوباره برگردی سراغش. بچه ها یه چیزی من بازم بگم، نیا کن یه ذره علمی توضیح بدم، تخمین رتبه از بعد کنکور شروع میشه، خب بچه ها شروع میکنن درصد گرفتن، حساب میکنن که مثلا ما رتبمون اینقدر باید بشه. خب یکی از بزرگوارا سال پیش به یکی از همکارامون، حالا تو مسلم ما نبود ولی همکار، میگفتش که آقا نگاه کن ریاضی سخت بوده، خب تو برو بزن تخمین رتبه کنکور 99 ریاضی تو 40 درصد اضافه کن یا 30 درصد اضافه کن. مثلا چی میگفت؟ میگفت تو مثلا ریاضی زدی 15، خب زیست زدی 55، شیمی زدی ببخش فیزیک زدی 40، شیمی زدی 65، تو تخمین رتبه برو بزن اینو 45، بقیهش که همونه دیگه، درست در میاد. این 100% غلطه این حرف. حالا چرا میگم غلطه؟ چون تو وقتی ریاضی بد میزنی میره رو مخت، بقیه هم خراب میکنی. ما دیگه تو آرمان قشن رو سر کله بچه ها اوستا شدیم، یعنی آزمون سخت گرفتیم گفتیم خب عمل کرد چی میشه، آزمون آسون گرفتیم دیدیم چی میشه، درس اول رو سخت گذاشتیم دیدیم چی میشه، بعدا یه نموداره معلمی داریم اگه دوست داشت کسی پیگیر بود بیاد نشونش بدیم، خیلی نتایج جالب بود. تو وقتی درس اول سخت میاد تا آخر رو تاثیر میذاره، درسته؟ اصلا ناخودآگاهت تاثیر میذاره. حالا هر چقدر با عرضه تر باشی بتونی مدیریت کنی، بگی آقا گور بابای اون ریاضی که خراب شد، گور پدر اون زیست، ببخشید من اینجوری صحبت میکنم، مثلا چه میدونم به درک خراب شد حرف خوب پیدا نمیکنه، ولش کنی بری بقیه رو سعی کنی خوب بزنی نتیجت بهتر میشه. حواست به این قضیه باشه، یعنی ما میانگین بچه‌ها تو کنکور 1400 پایین‌تر بود، به جز ریاضی هم پایین‌تر بود. چرا؟ چون ریاضیش انقدر وحشی و سخت و عجیب غریب و نمیدونم خارق‌العاده بود که همه درصدا رو پایین می‌آورد. پس چی شد نتیجه؟ ما تو ریاضی داشتیم بچه‌ای که واقعا خیلی معمولی بودن، تونسته بود 3 تا 35 درصد بزنه، با همون رتبه زیر 1000 ریاضی آورده بود. حالا 3 تا 35 اختصاصی عمومیاش خوب بودش 70. چرا این اتفاق افتاد؟ چون تونسته خودشو مدیریت کنه، گفت آقا ریاضی حالا زدم مثلا 30% 35% بذارم از بقیه سهممو بردارم، بذارم از بقیه بگیرم. یعنی حواست به این باشه آقا لحظه‌ای که داری سوال حل می‌کنی میدونم تو ناخودآگاه تاثیر میذاره، ولی خواهشاً لطفاً نه بغل دستی تو سالن فکر کن، نه به اینکه مشاور چه آدم مزخرفی بوده فکر کن، نه به اینکه مثلا کلاس فلانی رو نباید میرفتم فکر کن، به حالا نه خودشون نه به اقوامشون، به هیچ کن فکر نکن، رو همون سواله وقت بذار. همون سوال آقا ریاضی رو خب ما واقعا داشتیم بچه‌ای که من خودم رتبه زیر 200، حالا خودم که یعنی اون بنده خدا بوده، حالا منم توفیق داشتم مشاور در خدمت بودم، رتبه زیر 200 ریاضی داشتیم که ادبیات رو کلا 15 درصد زده بود، یعنی اون کامبک دیگه، مثل رئال مادرید که همیشه کامبک میزنه قهرمان میشه، واقعا کامبک زده بود، یعنی خراب کرده بود خودش رو، جمع کرده بود آورده بود بالا زیر 200 شده بود. یعنی تو دقیقه 25 کنکور اگه ارزیابی میکردی این دانش آموز از بقیه 1000 هیچ عقب بود، چون ادبیات رو به فنا داده بود، ولی تونسته برگرده. چرا؟ گفته بود حالا که ادبیات شد گوره باباش میرم بقیه رو خوب میزنم به درک، مثلا یه حرفی یه ستی داشته باش تو ذهن خودت، مهم نیست مثلا تلاشم میکنم تا بقیه رو بزنم. خواهش، این نکته خیلی مهمه، خواهشم به قبل و بعدش فکر نکنیم بچه ها. سرنوشت شما میخوام بگم 50% به اون روز کنکور بستگی داره، نمیخوام استرس بدم که دارم میدم، میخوام بگم که بابا این روز کنکور باید بهترین روزت باشه، هر چقدر بتونی بهترین روزت باشه جلوتری. خب دعای خیر مادر قطعا تاثیر داره، اینکه دست باباتو برای اولین بار تو عمرت ببوسی قطعا تاثیر داره، پاشون هم ببوسی تاثیر داره، اینا رو حواست باشه. خدا باهات باشه، خدا بی که باهات هست اونجوری بیشتر هم هست. لطفاً سر جلسه نشمر آقا، واقعاً یعنی بچه‌ها زنگ بعد جلسه پیام میدن
که آقا من 17 تا فیزیک زدم مثلا 16 تا شیمی نمیدونم فلان، ای پسر باشه جواب من اینه که خاک تو سرت، به جایی که بری نگاه کنی چی رو میزنی بله داشتی میشمردی که من 17 تا دختر باشه حالا یکم محترمانه تر. ولی اصلا یعنی چی آخه؟ اصلا این چی چند تا زدم؟ برو جلو ببین چی کدوم بلدی، هر چقدر بلدی همونه که بلدی رو سعی کن بزنی تا یه حدی. البته حالا آره وقتی دیدی مثلا 25 تا زدی به تارگت رسیدی، لطفاً این که هی اینش بشمارن. بعد بعضیا احتمال هم میدم مثلا این 40% درسته، این 50% درسته، خواهشن از این کاره خنددار اشتباه از بیخ انجام ندین. واقعا اینم یه مسئله خیلی جدیه، دیدم ریاضیم خیلی سفیده 5 تا زدم آخرش. ما خب سفیده چه ربطی داره؟ یعنی مثلا چون سفیده که مثلا نمیشه، دلیل نمیشه تو بری علکی جواب بدی. دیدم مثلا جوابای فلانم کمه، رفتم 6 تا زدم. خواهشن از این کارا نکنین، آخرش نگاه نکن چون پاسخ برگم سفیده برم علکی جواب بدم. اینا اشتباهی که بچه خوبمونم اینو انجام میدن. حتا این واقعا خب اون بده که عادت داره سفید باشه، یعنی اون مشکل نداره. اینی که خوبه میبینه سفیده هول میکنه میگه حالا 4 تا بزنم حتا شاید یه چیزی شد. لطفا اینم بذارین کنار، این کارا رو هر طور شده بذارین کنار. تمیزی پاسخ برگ، ما هر سال یه سری بچه‌ها داریم که آب میوه میریزه رو پاسخ برگشون، پودر کیک میریزه میان کیک رو مثلا چی کنن اونجا خط خطی میشه، همه جور اتفاقی داشتیم. مخصوصا اگه اون قسمت بالا خط خطی بشه اصلا برگتون تصحیح نمیشه، یعنی با هزار تا دوندگی باید بری تا تازه تصحیح کنن. آب حواست باشه آقا، آب اون طرف باز کن، رانی اگه تحویلت گرفت خانداداد یه ذره اون ورتر پاسخ برگو بذار این ور. این من الان دارم میگم، شاید مثلا چند 150 نفرم دارم گوش میدن، من مطمئنم که 150 نفر 3-4 نفر قربانی همین میشن. آب میریزه رو پاسخ برگشون، آقا مثلا این آب یخه میاد باز کنه میاد، یعنی ورش داره از اون پاسخ برگ ردش میکنه، قطره قطره میریزه، بعد حالا بیا آخر بیار باقال بار کن. یکی اون دوتا تستی که روش آب ریخته از دست میده، یکی اون استرس که میگیره که اوه اوه این الان به فنا رفت تصحیح نمیشه و نتیجه تو تحت تاثیر قرار میده. آرزو موفقیت داریم برای تک تکتون. باز میگم خیلی دوستتون داریم. بزرگترین شانسی که من آوردم این بوده که با دانش آموزای خیلی خوب مثل شما طرف بشم و جذابیت این شغل واقعا همینه. حالا بعدا راجع به عدم جذابیت های موضوع دیگه صحبت میکنیم اگه وقت شد، ولی توفیقی بود امسالم تمام شد. اگه کم کنم من واقعا اگه خواهر یا برادر خودم برای کنکور میومد پیشم و همین وضع شما رو داشت و یعنی واقعا از دل و جون هر چی بلد بودم گفتم، اگه یه روزی گفتم چیزی ندارم بگم برو واقعا چیزی نداشتم بگم، اگه یه روزی احساس کنم به تو هیچی نباید بگم باید بگم فقط برو موبایلتو بذار کنار، همین بوده. تلاشتون خوب بوده، حالا یه عده زیادی که ما امید داریم بچه‌ها رتبه خیلی خوبی هم بیارن، یه عده هم دوست داریم همون چیزی که حقشون استحقاقشون بهش برسن. آرزو موفقیت داریم، ان شاءالله که لحظه به لحظه از الان تا کنکور خوب و مفید بخونید. میخوام بگم هر یک دقیقش به اندازه یک ساعت آبان یا مثلا آذر ارزش داره، حالا نه در اون حد ولی خب مثلا هر 10 دقیقش به اندازه یک ساعتش واقعا ارزش داره. اینی که این روزای آخر همه چی رو مرور کنی و ذهنت هوشیار باشه خیلی تاثیر داره. اگه نخواستیم فردا پس فردا نه یا این کاریتون نداریم، واقعا همینا رو دوباره میگیم، فقط لطفا به دفتر اطلاع بدین که نمیان که دیگه ما هم اونجا علاف نشیم. موفق و معید باشین، خدا حافظتون. اگه سوال داشتین پی وی بفرستین واسه